بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسه هیئت دولت به منظور بررسی تبصره‌های پیشنهادی وزرای محترم و بخش‌های مختلف دولت تشکیل شد. ما پیش از این در روز گذشته بندها و تبصره‌های تنظیمی از سوی سازمان برنامه بودجه کشور رو در هیئت دولت موفق شدیم که بحث و بررسی پیرامونش صورت بگیره. غالب خب متون مورد تصویب قرار گرفت، برخی از متون هم جهت بررسی بیشتر به کارگروه های ارجاع شد. امروز غالب وقت جلسه اختصاص داده شد به بررسی پیشنهادهای جدیدی که دستگاه های مختلف و وزارتخانه های مختلف در راستای انجام تکالیف قانونیشون تقدیم دولت کرده بودند. البته احتمالاً جلسه بررسی بودجه همچنان ادامه خواهد داشت و ما جلسات دیگری رو برای بررسی موارد حذف شده از قانون بودجه سال گذشته و همچنین پیشنهادهای الحاقی جدید خواهیم داشت. یکی از پیشنهادات خوبی که امروز بنابر پیشنهاد وزارت اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی مطرح کردند در جلسه و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت این بود که از واحدهای تولیدی به منظور حمایت از این واحدهای تولیدی 5% معافیت مالیاتی برای این واحدها در نظر گرفته بشه. مشابه این مصوبه رو ما پیش از این در خصوص کسب و کارهای کوچک و اصناف داشتیم به منظور جبران کسادی کسب و کارهاشون در دوره کرونا. الحمدلله هیئت وزیران موافقت کردند که مشابه همین حمایت با بخشودگی مالیاتی به واحدهای تولیدی هم تسری پیدا بکنه. این حمایت و این معافیت با سایر معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی هم برای این بنگاه های تولیدی قابل جمع هست و انشالله روی کرد دولت اساسا این گونه بوده که انشالله بتوان در سال آینده تمرکز رو بر حمایت از واحدهای تولیدی و کسب و کارها داشت. تمرکز دولت در جلسات بر این است که در حد ممکن هزینه های جاری دولت کنترل بشه، اولویت به تسویه دیون گذشته دولت و بدهی های دولت به ویژه به صندوق های بازنشستگی، به جامعه محترم ایثارگران و به این موارد اختصاص پیدا بکنه و در عوض هزینه های جاری در حد ممکن کنترل بشه تا ما شاهد کنترل نرخ تورم انشالله در گذر زمان باشیم.